کودکان سرمایه های آینده جامعه هستند و برای رشد و بالندگی خود حقوقی دارند که باید خانواده و جامعه این حقوق را به خوبی بشناسند. روز جهانی کودک فرصتی برای یادآوری جایگاه حقوق کودکان و نوجوانان و ورود به جهان آنهاست. به طور رسمی تاریخچه روز جهانی کودک به سالهای پس از جنگ جهانی دوم برمیگرده. شما مستحضر هستین که در جنگ جهانی دوم تعداد زیادی از مردم کشته شدن، به خصوص کودکان، و این مشکلات عدیده ای را به بار آورده بود. در اون سال، یعنی در سال 1952 میلادی، یک سازمان آمریکایی که برای رفاه کودکان کار بکرد آمد به سازمان ملل متحد و فراخوانی داد و گفت که بهتر هست که یک روزی را به عنوان روز جهانی کودک اعلام بکنند. و سرانجام به پیشنهاد او سازمان، سازمان ملل متحد روز 20 نوامبر را به عنوان روز جهانی کودکان اعلام کردند تا باشد که سردمداران و قدرتمندان کشورهای بزرگ جهان و تمامی مردم و آحاد مردم که در جامعه مختلف زندگی میکنن این روز را به بهانه این روز در واقع به حقوقی که کودکان ما دارن به او بپردازن، به او به یادشون بیاید. برای حمایت و حفاظت از حقوق اطفال در جنگ ها یک کنوانسیون یا قانون بین المللی به نام حقوق کودک چی شد؟ از طرف سازمان ملل تصویب شد دیگه چی است که دولت های را چی کردن؟ ابتدا اعلامیه حقوق کودک، بعدها کنوانسیون که قانون بین‌المللی حقوق طفل است که باید دولت‌ها را در این قانون مکلف می‌سازه که باید به هر شکلی میشه از اطفال از هر نوع آسیب و خطر حفاظت و حمایت بکنن، چی در حالت جنگ چی در حالت غیر جنگ. مثلا در حالت جنگی مثلا اطفال نباید جنگ‌ها استخدام شوند، نباید نظامی از یا سوی استفاده بکنند. در حالات غیر جنگ هم اینا مثلا کارشاقه و داشته نشوه، امرایشان خشونت نشوه، اینا مثلا خب خواسته های اصلیشان در نظر گرفته شوه که اینا چی خواسته ها داره، نیاز های اصلی طفل یا کودک اینا شناسایی شوه و اونا دولت ها برسمت بشناسه و رسیدگی بکنه به خواسته ها. مثلا اطفال نیاز داره که از تمام خطرها و آسیب ها حفاظت شوی، دولت ها مکلف است که کارو بکنند. این کودکان به دلیل فقر از امکان آموزش در مکاتب محروبند و به جای حضور در صنوف درسی در خیابان ها تلاش می کنند. با غلطه کشی، جمع آوری بوتل، آبهای معدنی و سایر زباله های قابل فروش و بدرنگ کردن و کار در مستری خانه ها و سایر اماکن درآمد کسب می کنند. حتی از برخی از کودکان برای قاچاق مواد مخدر سوء استفاده می شود. همچنین پژوهش‌ها نشان می دهد که خشونت و آزار در میان کودکان خیابانی بسیار بیشتر است. متاسفانه در شرایطی که ما قرار داریم تهدیدات زیادی متوجه اطفال ما است که از جمله مهمترین مسئله فقر است که ما چشم دیدی خودیم است که صبح پیش از ملا اذان اطفال در سرک می برای برای جمع کردن یک سری بوتل ها یا زباله ها را می پالند که یک بوتل پیدا بکنند و در چراغی که گروپ داره در سر خود را بسته می کنه، گروپ هایش روشن است که یک چیزی را ببینند. هر حرکتی طبعا یک هدف خاصی را دنبال می کنه و نامگذاری روز جهانی کودک هم اهداف خاصی را در پی داشت. حال می‌پردازیم به اهدافی که روز جهانی کودک در پی داشته. اهدافی برای تعیین این روز وجود داشت که شامل تشویق کردن کودکان در همه نژادها، جمعیت‌ها، مذاهب و همچنین سایر کلونی‌ها بوده تا اینکه زمان بیشتری را در کنار همدیگه سپری بکنند، یکدیگر را بشناسند، تفاوت‌های همدیگر را احترام بگذارند، به حقوق همدیگه احترام بگذارند، همچنان دولت مردان را در سر تا سر جهان به این مسئله سوق بدهند که توجه بیشتری بر رفاه و شادکامی، یعنی بر رفاه و شادکامی کوچکترین شهروندان خود داشته باشه که کودکان هستند.
خب یکی دیگر از اهداف مهم روز جهانی کودک این بوده که به تحصیلات دسترسی داشته باشند و به مدرسه برند، به مکتب برند. افزایش آرامش و احترام و رفع نگرانی محیطی برای کودکان در واقع جزء اهداف روز جهانی کودک محسوب میشه. متاسفانه جامعه افغانستان نظر به مشکلات اقتصادی و مشکلات معنوی خانوادگی که وجود داره، ما دچار یک معضل بسیار عمیقی در این بخش هستیم که اطفال زیر سن دچار سوء استفاده در مکانهای مختلف بنابر احتیاجات که در خانواده ها وجود داره، که اینها را خانواده ها میفرستن به بازار و به اطراف و برای جمع کردن آشغال ها و بوتل ها و برای فروش و مسائل، و اینها متاسفانه به کوچه و بازار و همه نفوذ پیدا کردن و یک نفوذی که متاسفانه توسط مردم بعضا مورد سوء استفاده قرار میگیرن، که به نحوی برای آینده خودش یک معضل بزرگ و یک مشکل بسیار بزرگ است. چون به صورت که ما فعلا در افغانستان پایه به پایه این مشکل پیش میره و اطفال از سنهای تقریبا 3 سالگی شروع میشن که اطفال توسط بعضا خانواده ها، فامیل هایشان، پدرهایشان، پدر مادرهایشان مورد استفاده قرار میگیره. وقتی که از اطفال ما بپرسیم که شما چرا آمدین مثلا گدایی میکنین، میگن که ما برای خرج خانواده. میگن پدر شما کجا هست؟ میگن پدر ما خانه است. و من خودم شخصا بعضی اطفال را تشویق کردم که شما وقتی در خانه میرین با پدر مادرتون صحبت بکنین که دیگه من نمیرم، شما وظیفه شما است، وظیفه من نیست که من طفل 3 ساله برم برای شما خرج بیارم. و واقعا اسفبار است، اشک انسان میریزد این مسائل را میبیند. کودکان به دلیل ادامه جنگ، ناامنی، مشکلات اقتصادی و خشکسالی در افغانستان با مشکلات جدی روبرو هستند. بروز جنگ های داخلی، وضعیت ناگوار سیاسی و اقتصادی در افغانستان وضعیت کودکان این کشور را تأسف بار ساخته است. قربانی شدن کودکان در جنگ، محرومیت از تعلیم و تربیت، تهدیدهای اجتماعی و انواع خشونت در برابر آنها از مواردی هستند که زندگی کودکان افغان را تلخ ساخته است. تو سنف چند است بچم؟ سنف 2 هستی؟ وای تو مخدا، تو از من که خورتر سنف 4 شدی ها؟ در آینده میخواد چیکار شوی؟ دکتر شوم که مردم کمک کنم مریض باشه. پیار دکتر دوا بتون بود. خب. بسیار بسیار. آله پدرت گفتی نیست فوت کرده نی؟ خداوند رحمت کنه. چند سال است که پدرت فوت کرده؟ خب از خود برادر کلان هم داری؟ 6 خواهر هستیم. مادر چیکار؟ کوچیک کجاست؟ مادر ابن خانه است. پدر بکنم نه خانه من نتون یکی بودم. پدر من چاره خوده. از دیگه طرف یه چیز کمک نیست نبوده شما؟ پدر کلان من. بچه کلان خانه تو سی؟ خب باز پیسیش دکی میتین؟ داغال من تو خواهد کنه بره. خب روزی 80 اکنیم سر بسر. ماشاءالله. خب درس هم میخونه نمیخونه؟ نه اونجا بخونه ویلاکم 6 ماه خونده گفت دیگه بره. چرا؟ اونا خودش هم گفت کل بچه ها رو سر دار. در کجا بود؟ سنتر بود؟ آه. با دیگه گفت دیگه نیاین؟ چشم مکنم. مکتب دولتی نمیری؟ ها؟ دولتی نمیری؟ مکتب دولتی؟ نه. سم چند هستی؟ ها؟ سم چند هستی؟ مکتب سم بودو بودو ایلاکه دارم. چی رو ایلاکه دی؟ من دیگر هزار خانه یا آقام بکار شد پاشت مایی بود بارو خون کار. چی آرزو داری؟ یک دکتر. هر روز میمیرم مثلا که مکتب مورم در سنتر پس سنتر که رسا چیدم پا نیم رنگوالی میکنم یک روز یک تجار کاموشم. در آینده میخوایم یک
معلم. معلم یا انجینر؟ خشونت یکی از مسائلی است که اکثر کودکان کشور را تهدید می کند. این امر نه تنها در خانواده بل در اجتماع نیز شیوع دارد. کودکان نه تنها در معرض خشونت های مستقیم فیزیکی قرار دارند، بلکه از انواع خشونت های روانی نیز رنج می برند. به باور آگاهان حقوق طفل، فقر و بیسوادی عوامل اصلی خشونت علیه کودکان می باشند. فقر و بیسوادی در جامعه امروزی افغانستان باعث شده است که شمار زیادی از کودکان با خشونت‌های خانوادگی مواجه شوند. شما فرهنگ هم باید یک مقدار سرش کار بکنیم که یعنی برای اطفال یاد بتونیم که دوست داشتن خوب است. ما باید همه چیز هر موجود زنده رو دوست داشته باشیم، حتی موجودات غیر زنده رو، کوه، دشت، دریا، طبیعت، جنگل، اینا رو دوست داشته باشیم. انسان‌ها دوست داشته باشیم یک دیگره. و این اساس وقتی دوست مثلا دوست داشتن مطرح میشه، اینجا دیگه خشونت و گپا کنار میره دیگه. پیام ما این است که بیشتر تلاش کنیم که یک جامعه سالم با مهر و عاطفه و با مهربانی داشته باشیم که دو هیچ خشونتی نباشه. راه بیرون رفت از این معضل این است که اول همه چیز از قانون خانواده شروع میشه. خانواده ها باید تلاش بکنند اطفالشان را به هیچ عنوان که این یک نوع سوء استفاده خانوادگی است، یک نوع عادتی که بعضی از متاسفانه اقشار جامعه افغانستان دچار معضل هستند، اونا باید از بیرون رفتن کودکانشان و تشویق کردنشان برای جمع‌آوری، برای پول و برای مسائل جلوگیری بکنند. یک مسئله دومی است که باید دولت حمایت بکنه از اطفال، صندوق های بین المللی حمایت بکنند. متاسفانه که حمایت واقعی فعلا در این دو سه سال خیلی سطحش پایین آمده. دولت که متاسفانه حمایت کرده نمیتوند و حمایت های بین المللی هم بسیار کم شده. حمایت های بین المللی هم اگر وجود دارند در سطوح بالا اینا به اطفال چیزی نمیرسه که برای اطفال، برای مکتب رفتنشان، برای اقتصاد اطفال در جوامع کمک شود. و باید تمام دولت و نیروهای بین المللی تلاششان در این باشه که این کمک ها برای اطفال برسه، حمایت شوند، تشویق شوند برای درس، برای زندگی بهتر، نه اینکه مورد سوء استفاده قرار بگیرند. بر اساس ماده یکم پیماننامه حقوق کودک، به هر فرد که کمتر از 18 سال سن داشته باشد کودک گفته می شود، مگر آنکه قانون قابل اعمال در مورد کودک سنی کمتر از 18 سال را قانونی تعیین کرده باشد. این کنوانسیون 54 ماده و دو پروتکل اختیاری دارد که اصول اولیه آن بر موارد ذیل استوار است. کودکان حق حیات دارند و باید رشد کنند. هیچ کودکی نباید از تبعیض رنج ببرد. کودکان حق دارند آزادانه عقاید خود را بیان کنند و نظرات آنها باید در تمام اموری که به آنها مربوط می شود مورد توجه قرار بگیرد. هنگام تصمیم گیری در ارتباط با کودکان باید منافع آنها در اولویت قرار بگیرد. هیچ کودکی نباید مورد سوء استفاده جنسی قرار بگیرد. از هیچ کودکی نباید در جنگ ها استفاده شود. امید است روزی کودکان شاد و مشغول به تحصیل را در سرتاسر دنیا ببینیم که نه از تبعیض و خشونت رنج میبرند و نه از فقر و کمبود امکانات آموزشی. شادی، رویا پردازی و آرامش سهم همه کودکان دنیاست و آرزومندیم سهم هر کودک در دستان او باشد.